سلام من هانیم و به اتاق سیزده هم خوش اومدید سلام منم بهرامم و به اتاق سیزده هم خوش اومدید شاید شما فکر کنین که یک هفته است که ما رو ندیدید ولی ما الان فکر میکنم یک ماه یا یک ماه و نیم باشه که ویدیو ضبط نکردیم اون هم به خاطر اینکه داشتیم خونمون رو جابجا جا میکردیم و من الان یه احساس جدید دوباره دارم فکر میکنم که دارم از اول, از اول داریم شروع میکنیم آره یه تازه ویدیو رو گرفتیم آره یه احساس غریبی خاصی دارم ولی خب امیدوارم که توی ویدیو تاثیری نذاره در مورد موضوع این هفته نمیتونم چیزی بگم ولی میخواستم که یه نکته رو بهتون بگم محتویاتی که شما موضوعی که شما پیشنهاد میکنین به این معنی نیست که همش قرار ضبط بشه چون در حال حاضر که ما فقط یک موضوع در هفته ضبط میکنیم موضوعاتی که معرفی میکنید خب چک میشه در موردشون سرچ میکنیم هم به فارسی هم به انگلیسی اگر موضوعی رو پیشنهاد کنید که کانال های فارسی زبون به تازگی اون موضوع رو ساخته باشن یعنی در شیش ماه گذشته ساخته باشن اون موضوع خود به خود از لیست ما حذف میشه میره ته لیست میره ته یک مدت طولانی از اون ویدیو بگذره و یا اینکه یا موضوع های خیلی خوبن دوباره اون موضوع حذف میشن با زمانی باشه که ما بتونیم روش تحقیق کنیم مخصوصا مثلا مثل همین ویدئویی که این هفته داریم ضبطش میکنیم پس امیدوارم این که موضوعات که شما پیشنهاد میدید رو ما ضبط نمیکنیم به این معنی نیست که ما داریم به شما بی احترام میکنیم یه سری قانون خاص ما برای خودمون داریم من دیگه نمیخوام وقتتون رو بگیرم بریم موضوع امروز رو شروع کنیم کیت متولد سال 1968 در یک خانواده کاتولیک متولد شد در انگلستان در دوران مدرسه خیلی خوب درس خون دانش آموز خوبی بود و تونست برای دانشگاه در رشته مامایی پذیرش بگیره اما بعد از یک دو تا ترم فهمید که نه از این رشته خوشش نمیاد برای همین تصمیم گرفت که بره متخصص بیهوشی بشه رفتید که نه از اینم خوشش نمیاد به رویش سازگار نیست تصمیم گرفت یه رشته به خونه که براش کم دردسرتر باشه سانده باشه یعنی با چیزای مثلا دردسر نداشته باشه نه رفت رشته پزشکی عمومی خوند و خب مدرکش رو هم گرفت گری هم متولد سال 1968 بود و در رشته علوم ورزشی پذیرش گرفت در دانشگاه ولی وقتی وارد شد گفت که خب من میتونم یه رشته بهتر بخونم و رفت پزشکی خون بعد از اینکه مدرکش رو گرفت برای تخصص اقدام کرد و پزشک قلب و عروق شد در سال 1993 با کیت آشنا شد و رابطهشون خیلی فراز و نشیب داشت و بعد از پنج سال با همدیگه ازدواج کردن از سال 1998 به بعد هر چقدر که تلاش کردن نتونستن بچه دار بشن هر راهی رو که بگین امتحان کردن بنابراین تصمیم گرفتن که از روش لقاه مصنی باردار بشه کیت و اولین فرزند خودشون رو به اسم مدلین در سال 2003 به دنیا آوردن مدلین از لحظه ورودش حتی توی ویژگی های ظاهریش هم بچه عجیبی بود چشم چپش دورنگ بود چشم راستش هم دورنگ بود چشم چپش آبی و سبز بود و چشم راستش قهوه و سبز بود و یه جورایی خاص بود برای خانواده یعنی تو مثلا آدما همچین چیزی خیلی کم اتفاق خیلی ببین مثلا دو رنگ من دیدم که یه طرف آبی یه طرف قهوه‌ای ولی اینجوری که دو تا قاطی دیگه اصلا خیلی عجیب عجیب. عجیبه, کیتو گری بعد از اینکه مدلین به دنیا اومد دو سال بعد دوباره اقدام کردن برای بچه دار شدن و یه دو به دنیا آوردن یه دختر و یه پسر همونطوری که بهتون گفتم گری متخصص قلب و عروق بود و تمام وقت در بیمارستان کار میکرد ولی بعد از به دنیا اومدن بچه ها کیت کارش رو ول کرد ول نکرد به صورت نیمه وقت اونم گاهی بره گاهی نره میرفت سر کار برای اینکه ترجیح میداد که بیشتر وقتا خونه باشه و با بچه هاش باشه سه تا بچه خردسال داشت برای وقت میگذرون واقعا باید وقت میگذارن. تو این مدتی که دنبال این بودن که بچه دار بشن از زمان مدلین تا حالا دو قلوهاشون نتونسته بودن که به اندازه کافی تفریح کنن مسافرت برن درگیر بچه داری بودن برای همین تصمیم گرفتن که با چند تا از دوستاشون که اونها بعضیشون پزشک بودن بعضشون مهندس بودن تصمیم گرفتن که یه مسافرتی برن. آره دیگه بالاخره های کم بزرگ شدن دیگه دستبالشون بازتر شده. بود. آره. کجا رو انتخاب کردن؟ پرتغال. یه روستای کوچیکی به اسم پریادالوز. درست گفتم دیگه؟ درست خب خداشک صد دفعه تمرین کردم. رفتن پریادالوز. این جایی که انتخاب کردن رفتن یه سری آپارتمان داره. یه محوطه خیلی بزرگ یه سری آپارتمان وجود داره اونجا. که توی اون محوته امکانات خوبی میدن مثلا غذای سلف سرویس داره یه باشگاه داره که بچه ها رو میذارن اونجا و در تمام طول مسافرت کسایی هستن اونجا که از بچه ها مراقبت میکنن و والده میتونن برن که تفریق کنن. تفریک کنن. برای همون هم کیت و گری اونجا رو انتخاب کردن گفتن که میرم اونجا هم بچه ها رو میتونیم بذاریم اونجا هم خودمون مسافرت کنیم همونطوری که بهتون گفتم کیت و گری همراه دوستاشون رفتن به این روستایی که اسمش خیلی سخته رفتن اونجا و یه, یه هفته قرار بود اونجا بمونن در تمام این مدت هم بیشتر وقتا بچه ها رو میذاشتن توی همون باشگاهی که بود و خودشون رفتن تفریح میکردن بعضی وقتا هم که بچه ها رو با خودشون میبردن این هفت روز گذشت و رسید به روز آخر مسافرتشون که داستان ما دقیقا از همین روز آخر شروع میشه این عکسی که الان میبینید آخرین عکسیه که کیت از مدلین دختر کوچیک دیگهشون و گری گرفته سه می سال 2007 یعنی روز آخر مسافرت کیت و گری و بچه ها کیت رفت مدلین و دوقلوها رو از باشگاه آورد ساعت چند بود ساعت حدودا پنج و نیم بعد از ظهر بود مدلین خیلی خسته بود ظاهرا کل روز و بازی کرده بود توی باشگاه و وقتی آوردش خونه کیت بلا فاصله افتاد افتاد و گرفت خوابید کیت که هم کنارش نشست کم کتاب براش خوند از ساعت هفت گذشته بود که مدلین خواب بود حالا کجا خواب بود چون جاش مهمه خونه ای که کیتو گری گرفته بودن طبقه همکف بود طبقه همکف ساختمون بود, و بچه ها رو توی اتاق دم در میخوابوندن یه اتاق داشت که دو تا تخت یک نفره داشت یکی زیر پنجره و یکی هم کنار در که مدلین روی تخت کنار در میخوابید ولی دو قلوها رو روی اون یکی تخت زیر پنجره نمیخوابوندن دو قلوها رو تخت مخصوص به خودشون داشتن برای اینکه بچه ها نیفتن میذاشتنشون توی اون تخت ها که اگر توی این عکس آخر نگاه کنید گوشه تخت مشخصه تا دارین این عکس رو میبینین میخوام توجهتون رو به یه چیز دیگه هم جلب کنم اون هم کرکره های فلزی که روی پنجره هستش این کرکره ها از داخل باز و بسته میشن یعنی کسی نمیتونه که از بیرون این کرکره ها رو باز کنه برگردیم به روز داستان گفتیم که کیت رفت بچه ها رو از باشگاه آورد و گری هم رفته بود تنیس بازی کنه با دوستای دیگهش از تنیس اومد با همسرش کیت یکم شراب خوردن و تصمیم گرفتن که مثل طبق قرار هر شبشون برن رستوران در این هفت شبی که اینها توی این روستا بودن توی این هتل ها ساکن بودن توی این آپارتمان یه رستورانی رو نزدیک پنجاه متر تقریبا پنج پنجاه متر تقریبا تا آپارتمانشون فاصله داشت یعنی اگر اینجا نشسته بودن میتونستن آپارتمانشون رو ببینن ساعت هشت و نیم تصمیم گرفتن برن اون رستوران و رفتن با هم دیگه که برن دوستاشون رو اونجا ملاقات کنن و شام بخورن اما یه قراری هم داشتن اینها این که وقتی که بچه ها رو میذاشتن توی آپارتمان و خودشون میومدن رستوران هر نیم ساعت یک دفعه هر 20 دقیقه میرفتن از بچه های سر میزدن و برمیگشتن به خاطر اینکه اینها اگر بیدار شدن یا گریه کردن اینها برسن که مثلا بار سر بچه هاشون اما منطقه یه کاری میکردن اینکه گفتن, گفتن بهتون تو, تو اتاق دم در اینها رو میخوابوندن در اتاق رو باز میذاشتن و در ورودی خونه که میومده توی خیابون رو قفل نمیکردن حدود ساعت 9 و 5 دقیقه گری تصمیم گرفت که اولین بازرسی رو بره از خونه انجام بده و ببینه که بچه ها بیدار شدن یا بیدار, بیدار نشدن این نکته ها خیلی مهمه گری وقتی وارد خونه میشه میبینه در اتاق خواب بچه ها که همیشه مثلا انقدر باز میذاشته الان انقدر, انقدر بازه فکر میکنه که مدلین از خواب بیدار شده و رفته توی تخت اونها خوابیده اتاق رو چک میکنه و میبینه که مدلین و دو قلوها خوابن برای همین دوباره در اینقدر پنج درجه میکنه و برمیگرده به رستوران پیش دوستاش در همین بین یه خانمی بوده باشون به اسم خانم جین که جز اکیپشون بوده اون هم داشته میرفته از بچه هاش سر بزنه حدود ساعت 9 و 5 دقیقه 9 و 10 دقیقه میبینه که از طرف آپارتمان کیت و گری یه مردی داره رد میشه که یه دختر بچه روی دست داشه دختر بچه لباس خواب تنشه و پاهاش برهنه است و داره از اون مسیر رد میشه و داره میره, میره خیلی راحت. با خیال راحت و جین پیش و خودش فکر بدی نمیکنه میگه که خب حتما اینکه بوده بچه رو مثلا از اون باشگاه برداشته آورده مثلا او یا اینکه داره مثلا آره برداشت بچه را خونه دیگه داره بچه رو با خودش میبره خونه هیچ فکر بدی پیش و خودش نمیکنه حدود ساعت نه و نیم بود که کیت تصمیم گرفت که بره بازرسی دوم رو از خونه انجام بده اما همین که میخواست بلنشه یه دوستشون که همراهشون بود به اسم آقای مت گفت که کیت من میخوام برم از بچه هم سر بزنم میرم بچه های تو رو میبینم یه سری بچه سر دیگه. طور... آره میزنم آقای مت هم وقتی وارد خونه میشه میبینه که در خونه دوباره در اتاق خواب بچه ها از حالت پنج درجه کامل بازه برش اهمیت نداشته فقط چون دیده که همه چیز ساکته و زاویه دیدی که داشته دیده دو قلوها توی تختشون خوابن تصور کرده که اوضاع آرومه اون جایی که اون وایساده بوده مدلین رو نمیدیده یعنی اینکه که نمیدونه زاویه ند... دید نداشته زاویه دید به هیچ عنوان نداشته فقط دو قلوها رو میدیده در رو میبنده و میاد به پیش دوستاش دوباره ساعت ده شب شد و کی تصمیم گرفت فر بازرسی سوم رو از خونه انجام بده از پنجا و پنج متر رو رد کرد رفت خونه دید دو قلوها رو توی تختشون خوابن ولی دوباره در باستر اومد در رو یکم ببنده در محکم به هم خورد و براش عجیب بود چون پنجره بسته بود چجوری ممکنه که در به هم بخوره یعنی یه منبع بادی باید باشه دیگه هوایی رد بشه که بزنه در ببنده دقیقا برای همین در اتاق باز کرد رفت داخل دید که دو قلوها رو تختشون خوابن ولی مدلی نیستش رفت اتاق خواب خودش رو چک کرد دید که مدلی اونجا نیست من نمیتونم حسش رو درک کنم ولی مطمئنا حس بدی داشته که بچه سه سالش الان توی تخت خوابش نیست پنجره باز در خونه هم بسته بوده تمام اون کسایی که توی اون هتل کار میکردن مسافرات تریستا خانواده پلیس اومد همه 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 میگشتن و پلیس میگفت که مدلین سر, سر به هوابازی در آورده رفته بیرون و یه گم شده یه جای گم شده و همه به این امید بودن که مدلین پیدا میشه این رو بگرد اون رو بگرد ولی مدلین پیدا نشد تقریبا سه چهار ساعت بعد پلیس به این نتیجه رسید که این یک آدم ربایی بوده یک گم شدن ساده نیستش چون این روستا خیلی کوچیکه و اگه مدلین خودش بیرون رفته بود الان باید پیدا می‌شد آره دیگه یه کسی بالاخره به یه کسی میگفت میگم گفت من گم شدم و پیداش می‌کردم آره دیگه. یک کسی مثلا بایده بایده دیگه. مثلا میگفت بچه تنها دیگه دقیقا بعد وقتی که همه بسیچن بگردن دیگه اون بچه پیدا میشه ولی خب پیدا نشد علنا و پلیس به این نتیجه رسید که الان آدم رو و باید دایره جنایی وارد کار بشه اما در همین گیرودار اون خانم جین که گفته بود من یه بچه ای رو دیدم که یه مرد داره حمله میکنه اومد و به پلیس گفت که من حدود ساعت 9 دقیقه یه مرد حدودا 35 تا 45 سال حدودا 170 سانت قدش بوده رو دیدم و حتی نقاش آوردن نقاشی کشیدن از اون مردی که دیده بود ولی صورتش رو ندیده بود میگفت صورتش یه دایره تخم مرغ بوده و تا مدت ها مثلا انقدر این داستان مسخره است که اون صورت تخم مرغی تو روزنامه ها چاپ کردن که الان جسی جسی که صورتش تخم آره که تو روزنامه ها تا چاپ کردن و واقعا خب یه چیز مسخره بود یعنی چه ما الان با دنبال آدم بگردیم که صورتش تخم مرغیه الان تو تخم مرغیه <applause> و خلاصه اینجوری بهتون بگم که میگشتن دنبال این آدم ولی بذارین من این داستان رو کش ندم همینجا تمومش کنم سال 2013 به این نتیجه رسیدن که این آقایی که خانم جین دیده اون کسی نیست که مدلین رو دوز دیده. یه کسی دیگه بوده یعنی ظاهرا یه آقای بریتیش بوده توی همون دوران که داشته بچهش رو از همون کلوب بر می داشته و میبرده به هتل خودش و حتی آوردن مطابقت دادن عکسش رو الان دارین می بینین و به این نتیجه رسیدن که این آقا اون آقا نیستش اون کسی که مدلین رو احتمالا دزدیده نیستش و از پرونده حذف شد کلا از اون گذشته کیت یه چیزی یادش اومد اینکه مدلین صبح بهش گفته بود که مامان دیشب که من گریه می کردم چرا نیومدی پیشم و الان کیت داشت به این مسئله فکر می کرد که چرا مدلین صبح همچین حرفی بزنه و اینکه رو لباس خوابی که باهاش هیچ جا نرفته یه لکه قهوه بزرگ بوده و کیت میگفت نکنه اون آدم رو بایی که اومده مدلین رو دزدیده شب قبلم اومده تو خونه ما و ما نفهمیدیم واسه همین مثلا بیدار شد و گریه کرده بوده یعنی. آره و عل... چون مدلی خب سه سالش بوده دیگه الان بچه سه ساله دیگه در اون حد نمیفهمه که مثلا بگه آره یه غریبه پا شده اومده خونه ما آره دیگه فقط گفته من گریه کردم چرا نیومدی چرا نیومدی و دیگه کیت دچار سرخوردگی عجیبی شده بود یه شهادت دیگه هم داشتیم از یک خانواده ایرلندی که در اون روستا س... به عنوان توریست اومده بودن اونها گفتن که ما یه مردی رو دیدیم که یه بچه رو بغلش کرده بچه بلوند و تیپ و قیافش نمیخورده که پرتغالی باشه یا از محلی ها بوده باشه به نظر میمده که حالت توریست داره و, و اینو بهتون بگم که در حال حاضر پلیس معتقده یعنی از سال 2005 میشه دیگه 2007 2007 دو، تا همین الان پلیس معتقده که اون کسی که مدلین رو دزدیده همین مرده یه چهرم ازش کشیدن که میتونیم ببینید اون زمان خانواده ایرلندی گفتن که سنش بوده همین 35 تا 45 ولی قدش بلندتر قدش حدود 180 بوده برای پلیس و دایره جنایی خیلی عجیب بود چجوری میشه توی منطقه توریستی به اون کوچیکی منطقه ای که شب و روز نداره یعنی همیشه شلوغه یه بچه دزدیده بشه و نتونم پیداش کنن بالاخره یه کسی باید دیده باشه اونجا بچه آره دیگه بالاخره یه نفر باید دیده باشه ولی هیچ مدرکی نبود هیچ اتفاقی نیفتاد و از اون مهمتر چرا مدلین خواهر بردار دوگلیش تو همون اتاق خواب خواب بودن چرا اونا رو نبرده چرا مدلین رو برده اصلا این همه توریست دیگه وجود داره این همه خانواده دیگه چرا مثلا مدلین رو دوزیده چرا مثلا کسی دیگر ندوزیده دقیقا همینه برای همین پلیس گفت که به تمام کسایی که تو اون منطقه کار میکنن به تمام کسایی که در مدتی که خانواده مدلین در اونجا ساک در اونجا بودن در مدت اقامتشون هر کسی هر عکسی گرفته هر فیلمی گرفته از اون منطقه بیاره چون ممکنه سرنخی مثلا سرن یه چیزی ازش داره آره داخلیه. چون میگفتن که احتمالا برنامه ریزی اتفاق افتاده برای دزدن مدلین و احتمال داره که یه نفر به صورت وسواسی اینها رو تعقیب میکرده. تعقیب, تعقیب میکرده نگاهشون میکرده برای همین میگفتن که احتمال داره که ما از توی این ها بتونیم یه نشونه پیدا کنیم که اصلا دنبال کی بگردیم اصلا نمیدونم دنبال کی بگردن و کیت هم دیگه به نجه که مدلین دزدیده شده حتی سفیر انگلیس پاشد اومد توی اون منطقه و با کیت و گری همدردی کرد به خاطر اتفاقی که افتاده اتفاقا من یه تیکایش رو توی اینستاگرام خیلی وقت پیش که داشتم راجع به این پران تحقیق میکردم گذاشتم یک کنفرانس مطبوعاتی تشکیل دادم و در اونجا از مردم خواهش کردن کیت و گلی، که دختر کوچولوشون رو بهشون برگردونه و شاید چیز اذیت کننده توی این تصویر این بود که کیت عروسک کوچیک که دخترش رو که اون شب بغل دخترش بوده رو و انگار دخترش برده شده بود و اون عروسک می بود آره. اونو همیشه همراه خودش داشت حتی الان بعد از چند سال که گذشته سه روز از گم شدن مدلین گذشت که پلیس شروع کرد به چک کردن دوربین های امنیتی اولین عکسی که پیدا کردن از در یک پمپ بنزین گرفته شده بود یک خانومی بود که به نظر میمد یک کودک بلوند کنارش وایساده و خیلی شبیه مدلینه البته که اینا همه پیگیری شد و به هیچ جا نرسید اطلاعات ضد و نقیز زیاد میومد مثلا یک آقایی بود که میمن میگفت که من یه مرد تاس رو دیدم که مدلین بغلش بوده یعنی تو همه پرونده ها ما داریم یه سری آدم رو این, خب این ها که هستن به کنار که چرت و میگن چرت خب خیلی توریست اونجا وجود داشته مطمئنا یعنی مثلا فقط یه دونه مدلین بلون نبوده دقیقا و یه چیز رو بهتون بگم جمعیت اون روستا حدود 400 هزار نفر بوده در زمانی که مدلین گم شده بوده و پلیس میخواست که گشتن خونه به خونه رو شروع کنه یعنی برن خونه های مردم خونه رو بگردن یعنی. ولی یه اتفاقی افتاد جمعیت از 400 هزار نفر شد یک میلیون نفر <applause> یعنی من فقط فیلم که همیشه تو ایران این اتفاقا میافته که مثلا یه جایی که یه اتفاق میفته مردم میرن شلوغ میکنن اونجا ببین چهار روز بعد از گم شدن مدلین جمعیت اون شد یک میلیون من رفتم ببینم چه خبره اونجا واقعا خیلی خیلی مسخره است و شما فکر کنید که یه روستای 400 هزار نفری اندازه 400 هزار نفر معمول پلیس دارن یعنی مثلا پلیسشون محدوده ولی الان که تعداد این همه زیاد شده دیگه نمیتونن پلیسا بگردن نمی اصلا یه چالش بزرگ یعنی اتفاق از دو بیشتر واقعا خیلی عجیب و غریبه دوازده روز از گمشدن مدلین میگذشت که پلیس جنایی اولین مزنونش رو معرفی کرد آقای رابرت مورات این آقا حدودا سی سالش بود و در پرتغال زندگی میکرد در همین روستا به عنوان مشاور املاک کار میکرد ولی اصالتا انگلیسی بود در آستانه طلاق با همسرش بود و یک بچه یک دختر بچه هم داشت که همسن مدلین بود در مدتی که این اتفاق افتاده بود این آقا چون پرتغالش خیلی خوب بود و خب انگلیسی هم بلد بود اومد وایساد کنار کیتوگری و بهشون گفت که من به عنوان مترجم میتونم کمکتون کنم خب واقعا مثلا به درد میخوره دیگه آمدید. الان میتونسته خیلی کمک کنه چون کیتوگری که پرتغالی که بلد نیستن و این آقا اومد خیر کنه اومد کمک کنه ولی پلیس بهش شک کرد البته بهتون بگم ها شک نابجایی هم نکردن چون ما تو خیلی از پرونده ها داریم که قاتل دوباره بر میگرده آره. میاد اونجا هست کمک میکنه که تو بهتون ها مثلا یه مثلا سحنه جرمی چیزی جا گذاشته مثلا چی بکنه آره. همین که بعضی اصلا لذت برن از این کار آره آره تو یه سری پرونده ها هست حالا اتفاقا من چند وقت پیش چند پرونده رو میخوندم اونم هم دقیقا همینجوری بود حتی با تلویزیون مصاحبه کرد قاتله حالا پروندهش رو آماده میکنم اونم زفتش میکنم خلاصه بهتون بگم که آقای رابرت مورات رو گرفتن ریختن تو خونش آقا با مادرش زندگی میکرد خونش رو گشتن این و رو بگرد اون ور رو بگرد تلفنش رو چک کردن و دیدن که در شبی که مدرین گم شده حدود ساعت یازده و نیم شب با طراح وبسایتش که یه پسر 22 ساله روس بوده تماس گرفته گفتن خیلی خوب آقای رابرت مدلین رو دزدیده با این پسر روس همکاری کردن و با هم مدلین رو کشتن به رابرت گفتن که تو با طراح وبسایت تماس گرفتی گفت نه والا من تماس نگرفتم به اون آقای روس هم گفتن که شما با تماس گرفته گفت که من یادم نمیاد اون وقت شب ولی خب پلیس شک کرده بود رفتن خونه اون پسر روس هم گشتن هرچی هارد ازش داشتن رو گرفتن ولی وقتی که رفتن هارد رو چک کنن دیدن که پسر روسه تمام هارد رو پاک کرده و پلیس میگفت که تو چه اطلاعاتی داشتی روی هارد که پاک کردی بله مثلا همون موقع همون موقع پاک کردی بعد یکم یک فکر کرده پسر نمیگفت هی مثلا کلا یادش هیچی یادش نمیومده بعد ها گفت که من پرن داشتم روی چی خب داشته که داشته از پلیس چرا باید آره دیگه ترست اگه که غیر قانونی باشم اونجا نه غیر قانونی نبوده ولی میگفت به عنوان یک پسر جوان که من وارد پرتغال شده بودم وارد اروپا شده بودم بعدش زندگی من خیلی سخت شد چون که با اینکه من از چی شده بودم بهش میگن از قتل پاک شده بودم تبرعه شده بودم ولی مردم من رو به عنوان یک کسی می دیدن که مزنون بوده که مزنون بوده یه بچه رو دوست دیده یه بلایی سر یه دختر بچه آورده و می گفت دیگه نتونستم زندگی خوبی داشته باشم و منم فکر می کنم حق داشته دو ماه از گمشدن مدل میگذشت می کوچکترین نشونهی پیدا نشد که نشد و... کیتو گری تصمیم گرفتن که از پورتال خارج شن برن کشورهای اطراف رو بگردن کنفرانس مطبوعاتی بذارن که مدلین فراموش نشه که مثلا مردمی که توی آلمان زندگی میکنن مدلین رو بشنسن مردم که توی مراکش زندگی میکنن مدلین ممکنه. رو بشناسن یه کسی ممکنه اونو قاچاق کرده باشه با خودش آره. برده باشه چون پرتغال مثلا در معاصره کشورهای دیگه است و خیلی راحت میشه مثلا که مثلا ویزا نمیخواد دیگه آره دی اروپا اروپا دیگه ویزا نمیخواد مثلا میتونن راحت از این کشور به اون کشور بشن و کنفرانس مطبوعاتی میذاشتن مصاحبه میکردن حتی رفتن دیدن پاپ که پاپ براشون دعا کنه باشه گفتم کاتولیک و این پروسه رو نگه داشته بودن ولی پلیس پرتغال مشکوک شد گفت که اینا بچه اینقدر دوربین دوربینن چقدر دارن مصاحبه میکنن و چقدر کنفرانس ما... خب ب... ب... مطبوعاتی <applause> میذارن یعنی گیری بودن مثلا خوب باید بچه چی کار کن. دست دست یعنی مثلا خب بعد بچه‌شون چیکار کنه دست دست میذارن که پلیس آخه کاری ازشون بر نمیاد یعنی مثلا به غیر از کنفرانس مطبوعاتی گذاشتن کار دیگه ازشون بر نمیاد پل... پلیس باید پیگیری کنه خودشون هم باید تلرسانی کنن به نظر من برای همین گفتن اینا چون خیلی جلوی دوربینن خیلی دارن مصاحبه میکنن پس مظنونن یعنی پلیس نه دیوار, دیوار کوتاتر از اون پیدا کرده باشه دیگه راحت تری میگه بیا دیگه جلو خودتون حالا گوش بده حالا گوش بده اینا رو داشته باش و رفتن سگ جسد یا آوردن شما در نظر بگیرید که دو ماه داره از این مسئله میگذره سگ جسد یا آوردن و آوردن خونه رو بررسی کردن و گفتن روی پنجره که بوده که باز بوده فقط اثر دست کیتو پیدا کردن و اینکه وقتی که پلیس اومده پنجره بسته بوده مگه نمیگن پنجره باز بوده چجوری مثلا فقط اثر دست کیته بودن پنجره بسته بوده وقتی پلیس اومده یعنی میگه دارن دروغ میگن میگن دارن دروغ میگن یه چیزی هم بهت بگم صحنه جنایت محافظت نشده بود وقتی که مدلین گم شد همه فکر میکنن که مدلین خودش بیرون رفته آره دیگه همه تو اتاق و تو خونه ریختن اصلا کسی که پنجره رو بسته یکی از همون دوستاشون بوده که باهاشون بوده و کمودا رو بازو و بسته میکردن زیر تخ میرفتن میمدن تو خونه میرفتن میمدن برای همین میگن صحنه آنچنان محافظت نشده بوده حالا بریم سر داستان سگی که آوردن سگ جسدی ها آوردن که خونه رو چک کنه سگا رو نمیشه دست کم گرفت یعنی میگن که حتی میتونن جنازه هایی که سالیان سال قرن ها پیش هم دفت شده پیدا کنن. پیدا این عکسی که میبینید اون خونه بوده که اونها در مدت مسافرتشون توش ساکن بودن توی کمود توی اتاق خواب کیت و گری و روی مبل نشیمن بقایای انسانی سک ها تشخیص دادن یعنی چی یعنی یک انسان مرده بوده و در حال فساد بوده خب یعنی مثلا چند ساعت از مرگش بگذره بازم یعنی میگن در حال فساده در اون منطقه بوده و سگ ها متوجه این موضوع شدن و از اون گذشته سگ ها اومدن به عروسکی که دست کیت بوده هم واکنش نشون دادن یعنی چی یعنی اینکه گفتن که این سگ با جنازه مدلین احتمالاً در ارتباط این عروسک بود عروسک منظور بود سگ گفتن آره عروسک این عروسک با جنازه مدلین در ارتباط بوده و, و کسی که این سگ ها رو کنترل میگرد میگفت که محال این سگ ها اشتباه کنن به این نتیجه رسیده پلیس پرتغال که احتمالا بر سر یک حادثه ای مدلین در اتاقش فوت کرده در همون آپارتمان فوت کرده و بعد کیتو گری این داستان رو چیدن که, ج... جم... انگار مرگ و جعل کنن مرگ مدلین رو حالا اینو که من احتمالش نمیدونم ولی واقعا سگا یعنی من میدونم کلا اشتباهشون درس اشتباهشون خیلی یعنی پایین است خب آره. مم... نیست که اشتباه کنن ولی چرا بده همش چیزی تشخیص بدن آره دیگه میگم این سگا اشتباه نمیکنه بعد یه سری خبر درس کرد توی این پرونده من اصلا نمیخوام به اینا بپردازم چون انقدر شایع زیاد بود توی این پرونده که واقعا دیگه اصلا کل پرونده رو اشتباه کرده بود ولی خب یه خبری درس کرد به یکی از خبرنگارا که یکی از کاراگاه اصلی پرونده گفته بوده بهش که ما خون پیدا کردیم توی آپارتمان بر سر یک اتفاقی مدلین مرده و حتی گفتن سگها به لباس هاشون هم واکنش نشون دادن به ماشینی که باهاش رفت آمد میکردن واکنش نشون دادن باز اینجوری احتمالش خیلی بالا میره که مثلا یه اتفاق افتاده مثلا حالا چه میدونم یه به حساب دعوای بچگانه بوده مثلا مادر مثلا یا برادر خواهر نه میدونی چی گفتن ظاهرا در طول مسافرت کیت و گری به بچه ها داروی خواب میدادن ها. حتی میگن شبی که مدلین گم شده بود دو قلوها از خواب بیدار نمیشدن با وجود اینکه خونهشون پر آدم بود آدم میرفت و میومد دو قلوها از خواب بیدار نمیشدن برای همین میگفتن احتمال داره که توی دارو زیاده روی کرده باشن و بچه رو کشته باشن ها یعنی که باعث مثلا حالا مرگ شده باشه دارو آره ولی خب گری میگفت من پزشکم اینو نمیتونیم در نظر نگیریم کیتو گری هر دو پزشکم دیگه, دیگه میدونن با دارو تجویز کنن که مثلا اتفاقی نیفته دقیقاً میگفتم ما واسن... مثلا یه چیز نرماله همه میدن همه خانواده ها میدن به بچه هاشون و این نمیتونه باعث مرگ بچه ما شده باشه این نمونه ها رو گرفتن و پرتغال فرستاد انگلیس تا توی انگلیس روی این نمونه ها چک کنن و ببینن که آیا اینها نشونه های از مرگ مدلین هست یا نه. یک خانم خبرنگارم که با یکی از کارگاه ها صحبت کرد و میگفت که کارگاه اصلی پرونده به من گفته که 70 تا 80 درصد نمونه که ما پیدا کردیم توی چی مشخص شده که توی آزمایشاتی که اینجا توی پرتغال انجام شده نشون میده که مدلینه و این خبرها دیگه درس کرد به روزنامه ها شما دیگه خودتون تصور بکنید که چه اتفاقی میتونه افتاده باشه چه بمبی میتونه منفجر شده باشه مثلا به یک کلاخ چهل هم بشه دیگه و خبرهایی دست به دست بشه دیگه معلوم نیست چه همه اینا دست به دست هم داد همه این چیزایی که روزنامه ها می نوشتن دست به دست هم داد که اول کیت رو خواستن و بهش گفتن که بیا اعتراف کن خانم کیت بیا اعتراف کن بچت رو کشتی یازده ساعت با کیت مصاحبه کردن یازده ساعت بازجویی کردن و کیت میگفت بابا من نکشتم من بچهمو نکشتم بعد گیری رو آوردن دوباره با گیری مصاحبه کردن فیلم سگار رو نشون گیری دادن و بهش گفتن که بگو بگو زنت کشته بچه رو مدرک هم داری میدونی و برای من عجیبه که چرا پلیسای های پرتغال گیر داده بودن به کیت و میگفتن که کیت بچه رو کشته خب شاید گیری کشته گیری باشه. کشته چرا, چرا کیت آره دیگه, دیگه با دکتران دوتایی با ها واقعا و... ولی قبول نمی کردم گفتم ما نکشتیم بچه من. ما چرا باید بچه رو بکشیم ولی پلیس هم گفتن نه شما بچه رو سه می کشتیم. بعد گذاشتینش توی یخچال و بعد این داستان رو چیندید و جا... جنازه رو جا به جا کردیم میخوام بهتون بگم که دیگه کسی دنبال این نبود که دنبال مدلین بگرده یعنی علنا تمام تحقیقات در مورد اینکه مدلین پیدا بشه استاب شده بود همش تمرکز رفته, تمرکز رفته بود مادر روی اونا و دنبال این بودن که ثابت کنن اونها رو کشتن در همین بین یک آقای میلیونر اومد گفت که من تمام هزینه های ها این پرونده رو به عهده میگیرم چرا چون عمیقا معتقدم کیتو گریم مقصر نیستن چه شانسی هم داشتن و اومدن یه وکیل خوب گرفت برای کیتوگری که ازشون دفاع کنه و بتونه تمام این شک, شک و شبه هایی که پیش اومده رو از بین ببره و اینکه الان که پلیس پرتغال دنبال مدلین نیست حداقل خودشون دنبال مدلین باشن آره دیگه بتونن با پولی کاری بکنن که پرونده جلو بره دقیقا تقریبا سه ماه بعد از اینکه مدلین گم شد نتیجه های قطعی دی ای اومد و دانشمندان انگلیسی گفتن که هیچ دی ای پیدا نشده هیچ خونی پیدا نشده هیچ نمونه پوستی پیدا نشده که نشون بده مدلین اونجا مرده بوده پس یعنی اینکه پلیس ها خبرنگاران گفته بودن علکی گفته بودن حالا گوش بده ما میتونیم بگیم سگا اشتباه کردن؟ نه نمیتونیم خیلی خوب اولین چیزی که در نظر نگرفتن این بودی که اینجا منطقه توریستی بوده اونجا یه هتل خونه خودشون نبوده یه هتل بوده که مردم مختلفی می اومدن اونجا بودن و میرفتن امکان داره که یه نفر اونجا قبلا مرده باشه آره دیگه بعد مثلا تاریخچه رو اگه بخوان در بیارن که ببینن دقیقا چه جوری بوده یعنی یه نفر دیگه اونجا مرده شد یه جنایت دیگه بوده شده نفر در دا حالت عادی مرده باشه یعنی بوده نمونه های پوستی که نشون میده یه یعنی جنازه اونجا در حال فساد بوده چه بد بودن اینا ولی مدلی نبوده یعنی هیچ دی از مدلین نیست مثلا اثری که مدل نشون بده مدلین اونجا مرده نبوده ولی خب با ممکنه دیگه هر کسی ممکنه اونجا مرده باشه دیگه این همه رفت آمده دقیقاً حالا کی این خبرها رو به خبرنگارا داده بود کارگاه اصلی پرونده همین آقایی که داریم می‌بینیم این آقا رفته بوده به خبرنگارا گفته بوده که آره خانوادهش کشتن و داستانو چیده بود خبرنگار که آره خبرنگارم گفتن که اوکی دیگه داره راست میگه کارگاه اصلی پرونده است معال اشتباه کنه و اونها هم این خبر رو پخش کرده بودن همین آقا کمتر از یک سال بعد کتاب نوشت شما باورتون نمیشه چه پولی از این پرونده در آورد و بعد فیلمش رو ساخت الان دیگه فکر میکنم حقوق پلیسی جواب نمیده اصلا خیلی آدم رو اعصابیه بعد جالبش اینه که این آقا دفعه اولش هم نیست تو سال 2004 هم, هم این کارو کرده ظاهرا تو سال 2004 یه دختر بچه در 11 کیلومتری جایی که مدلین گم میشه اونم ناپدید میشه رفته بوده شیر و تخم مرغ بخره یا بچه گم میشه خب بعدش همین کاراگا میرن دایی و مادر اونو میارن در دوازده ساعت شکنجش میکنن یعنی تصاویری که از این زن منتشر شده فکر کنم اسم خانم, خانم است منتشر شده وحشتناکه یعنی کلان تجربه این کار داشته و ببین وحشتناکه بعد چی گفته؟ گفته که مادر با دایی رابطه جنسی با هم دیگه داشتن این دختر بچه شاهدش بوده بعد این آمدن کشتن اینا آمدن کشتن تیکه تیکش نه آره تیکه تیکش کردن گذاشتن توی یخچال بعد دادن خوکا خوردن یاد گیم آف ترونز یک روز بعد از اینکه مادر جوانا اون اعترافات رو میکنه اعترافاتش رو پس میگیره یعنی به محض اینکه از اون بازداشتگاه میاد بیرون اعترافاتش رو پس میگیره میگه من تحت شکنجه بودم قیافه منو ببینید به زور ازم اعتراف گرفتن من بچه به بچه خودم رو بکشم بعد از اون گذشته میرن اون خوکای بدبخت رو میکشن توی شکم اونا هیچی پیدا نمیکنن حتی اگه داده باشن خوکا خورده باشن باید یه تیکه استخونی یه دی ای، یه دندونی چی پیدا نمی بعد یخچالشون انقدر کوچیک بوده بوده که حتی اگر جنازه رو تیکه تیکه هم میکردن نمیتونستن تو اون یخچال بذارن کلا مرده فکر کنم فیلم اینه زیاد میده اصلا خیلی آدم روانی بوده بعد تازه سر همین پرونده بهش 18 ماه تعلیقی میدن ولی من نمیدونم چه چون... دوباره تکرار می‌کنه ولی من نمیدونم دوباره چه واقعا چرا تکرار میکنه و یه حرف خیلی دردناکی که مادر جوانا میزنه میزنه میگه فرق من فرق جوانای من با مدلین اینیه که اونا پولدارن. پولدار خارجی بودن میگه پولدار بودن و تونستن این مسئله رو رسانه ای کنن تونستن در موردش حرف بزنن ولی ما رو چیکار کردن واقعا دردناکه تقریبا چهار ماه از گم شدن مدلین میگذشت که چند تا توریست یک عکسی رو منتشر کردن از یک خانم محلی در کوههای اطلس در مراکش یک بچه بلوندی رو پشت رو کولش انداخته و خیلی هم شبیه مدلینه همینطوری که دارین تو عکس میبینین و همین آقای میلیونر آقای برایان همراه پسرش پریدن توی جت شخصیشون و رفتن به مراکش تا برن پیگیری کنن ببینن که این مدلین هست یا نه و خب رفتن تونستن که اونجا اون محله که اینجا بودن رو پیدا کنن ظاهرا یک روستای کوچیکیه در اون منطقه و مردمش همه بلوندن و مدلین نبود خب یه بلون باشن دیگه هر کد میشه امکان داره که شبیه مدلین آره. باشن مدلین نبود اینو گفتم که بدونین که کوچکترین نشونه هایی کوچکترین علامتی که پیدا میشد پیگیری میکردن واقعا اینا قابل گفتن نیست که من بهتون بخوام بگم که رفتن اونجا پیگیری کردن دیدن اشتباه رفتن اونجا فهمیدن دروغ گفتن نه مهمترین هاش همیناست که دارم بهتون میگم در چند ماه بعد کارگاه های زیادی استخدام کردن از هر جا که فکرش رو بکنید از آمریکا، از انگلیس، هر کسی که یک اسم و رسمی داشت هر کسی که معروف بود رو اینا آمدن استخدام کردن به امید اینکه اینا حداقل در بتونن مدلین رو پیدا کنن هیچ کدومشون موفق که نبودن هیچی بعضیشون پولایی هم که میگرفتن و بالا میکشیدن کاری هم نمیکردن بارپا میذاشتن آره استراحت میکردن. ولی خب کارگاه های خوبی هم بینشون استخدام شدن یه سری از کارگاه ها بودن علاوه بر این که داشتن در محیط بیرون دنبال مدلین میگشتن دارک وب رو هم چک میکردن چون میگفتن که از چند تا اتفاق که خارج نیست یا مدلین اون شبی که دزدیده شد کشته شد دیگه تموم شد <applause> یا اینکه مدلین رو دزدیدن و فروختن به خانواده هایی که بچه ندارن و یا اینکه استفاده شد برای قاچاق انسان و پورنوگرافی که اونم صد درصد دارک وب پیدا میشه تو دارک وب پیدا میشه برای همین میگفتن که ما با تو وارد دارک وب رو هم بگردیم ببینیم میتونیم مثلا از, از مدلین اونجا پیدا کنیم یا نه کارگاه های آمریکایی و کارگاهایی که از اف بی آی اومدن اولین کاری که کردن اومدن گفتن که ما باید خطای تلفن رو چک کنیم خط های تلفنی که اون شب به دکل اون منطقه وصل شدن ما حداقل بدونیم الان روی کی باید تحقیق کنیم دیگه حتی اومدم به گوگل درخواست دادم و ازش خواستم که تصاویر ماهواره ای بهشون بده و خب تونستن واقعا توی این مسئله موفق باشن حداقل تونستن چند تا مزنون پیدا کنن که روی این مزنون ها تحقیق کنن که هرچند علنیش نکردن در مورد مزنونا از اون گذشته یه سری شهادت ها اومد در مورد یه سری مرد آلمانی که هولند... آلمانی یا هلندی که صحبت چون زمانش در آن شبیه هم, هم. فکر میکنم میگفتن که مزدون مورد علاقه ما یا آلمانی صحبت میکنه یا هلندی صحبت میکنه از اون گذشته گندش در اومد که حدودا یک سال قبل از گم شدن مدلین یه آدمی بوده که میرفته از پنجره ها به آدمای توی خونه ها نگاه میکرده و حتی چند تا گزارش پیدا کردن از یه آدمی که میرفته تو اتاق خواب دختره بین 7 تا 10 ساله بهشون تجاوز می کرده یعنی اون مثلا پیگیری میکردن خیلی زودتر با آره اینه. و یه چیزی دیگه هم که من خیلی برام عجیب بود اونم تو اروپا اینکه مجرمین جنسی رو نمی نوشتن یعنی نداشتن لیستشون که چه مجرمین جنسی دارن اونجا زندگی یعنی میکنن یعنی پرتغال نبوده کشور دیگه نه نبوده. من نمیدونم واقعا چه ولی مثلا توی آمریکا و کانادا همچین چیزی رو ما داریم دیگه مثلا مجرمین جنسی رو جدا میکنن البته ما داریم در مورد سال 2007 2008 فعلا صحبت میکنیم اما از سال 2007 بپریم تو سال 2020-2021 جدیدترین خبری که در پرونده مدلین وجود داره و حتی باعث شده که یک قاضی آلمانی اعلام کنه و بگه که مدلین مرده ظاهرا یک مزنونی رو دستگیر کردن به اسم کریستیان که 4 سالشه و در زمانی که مدلین در پرتغال بوده اون هم در پرتغال بوده و در همون منطقه زندگی میکرده و جذابی ماجرا اینه که تلفنش به همون دکلا وصل شده یعنی در شبی که مدلین گم شده تو اون ساعتی که مرد نظرش نه اون دقیقا در همون آره در سال 1994 زمانی که 17 سالش بوده ظاهرا متهم میشه که به یک بچه تجاوز جنسی کرده و طبق قوانین آلمان باید دو سال میرفته زندان ولی نمیره زندان و فرار میکنه میره پرتغال و در اونجا زندگی میکنه در سال 2004 2005 یه سری تجاوزهای جنسی میکنه اولیش به یک خانم آمریکایی تجاوز میکنه که رفته بود خونش با میله آهنی کتکش زده بهش تجاوز کرده فیلم گرفته ازش و من دیدم چرا این متجاوز جنسی خیلی علاقه دارم فیلم میگیرم خیلی برام جالبه شاید که بعدا استفاده کنم احتمالاشم من با این مسئله فکر میکردم و با یک خانم ایرلندی دقیقا همین کار رو انجام میده که خب مدرکی وجود نداشته مجرمه جنسی رو هم یادداشت نمیکردن و نمیدونستن که کریستیان این کار رو کرده خلاصه گیر نیفتاده بوده در سال 2017 متهم میشه که به یک بچه تجاوز کرده دوباره یعنی که هم بینی سن و سال فرق نداشته بچه و بزرگ و و اینجا زمانیه که بعد از گم شدن مدلین برمیگرده به آلمان دقیقا کریستیان بعد از گمشدن مدلین برمیگرده به آلمان تو آلمان زندگی میکرده ظاهرا به یک بچه تجاوز میکنه و به 15 ماه زندان محکوم میشه بعد از اون تو یک جمع دوستانه فخر فروشی میکرده فیلم تجاوزش به اون خانم آمریکایی رو به همه نشون داده و همین باعث شده که دستگیرش کنن و میفته زندان در مدتی که در زندان بود بهتون گفتم که اف uh, اومد لیست تماس رو در آورد و یکی از شخصایی که اسمش در اومد همین آقای کریستیان هم بود اسمش که در اومد دیدن به دلیل تجاوز جنسی توی زندانه گفتن که این دیگه یه مزدور خوبیه بریم در موردش تحقیق کنیم و خب رفتن تحقیق کردن دیدن که بله این در گم شدن مدلین در اونجا حضور داشته روز بعد از اینکه مدلین گم شده ماشینش رو رفته فروخته بعد هم از پرتغال اومده بیرون یعنی دیگه اگه بخواد همچین چیزی احتمال باشه دیگه یعنی خیلی بد دیگه خیلی یارو بد ولی خب بد نیست کار خودشه من که فکر میکنم حالا اینا بماند یه سری چت ها هم ازش در آوردن در توی دارک وب که یه سری حرفای عجیب و غریب میزد حالا چون من اینا رو نمیتونم حفظ کنم براتون از رو میخونم که چی گفته ظاهرا تو سال 2013 6 سال بعد از گم شدن مدنی یه چت میاد در چت های ها توی اونجا کریستیان توی چت میگه که من میخوام رابطه داشته باشم با یه دختر بچه اون شخصی که باش چت میکرده میگه که کی اینو نمیخواد کریستیان میگه یه بچه کوچیک رو بگیرید و روزها ازش استفاده کنید انگار دست میکنه قضیه اون شخص هم میگه این بدون خطر نیستش کریستیان میگه که اگه شواهد و مدارک رو از بین ببریم بتونیم از بین ببریم اینجا من دقیقا نحوه شکنجه رو بهت میگم یعنی که همه این کارا هم کرده بلده دقیقاً. دقیقا اون شخص هم میگه اوکی کریستیان هم میگه خب بیا ببینیم فقط صحبت نکنیم انجامش بدیم یک اتفاقی که افتاد کاراگاه هایی که روی پرونده کار میکردن متوجه شدن که کریستیان یک ملک خرابه داره توی آلمان وقتی ملک رو رفتن گشتن و یه سری فیلم و ویدیو پیدا کردن گفتن در حدود هزار تا فیلم و ویدیو پیدا کردن که همراه با سگ مردش دفنشون کرده بوده خب دفن کرده بوده این فیلم ها که رو اومد دادستان آمریکایی گفتن که مدلین مرده یعنی یه چیز دیدن تو اونا شک نکن به خاطر اینکه ما داریم در مورد آلمان حرف میزنیم یعنی واقعا آدم های دقیقی هن. بدون چیزی حرف نمیزنن آره علاقه چیزی نمیگن علاقه چیزی نمیگن یعنی مطمئنا توی این فیلم و ها یک چیزی وجود داشته که یک قاضی آلمانی دادستان های آلمانی،, آلمانی گفتن که مدلین مرده ولی خب خانوادهش من داشتم اینستاگرامشون و فیسبوکشون رو چک می میگفتن که هنوز به ما چیزی ابلاغ نشده ما هنوز اطلاعاتی نداریم که بخوایم تاییدش کنیم یا ردش کنیم ظاهرا این کریستیان یک دوست دختر هم داشته زمانی که 36 سالش بوده دوست دختر 17 ساله میگیره یعنی واقعا به قول تو سن سال براش مهم نبوده یه دوست دختر 17 ساله میگیره و رابطه بدکی با هم نداشتن ولی ظاهرا یک بار این خانم میاد توی خونه و میبینه که کریستیان داره پرن بچه ها رو نگاه میکنه و وقتی که بهش شکایت میکنه که چرا داری این کار رو میکنه یه زده خوردی بینشون اتفاق میفته و از پله‌ها هلش میده و از سر ظاهرا دختره میشکنه و شکایت میکنه حالا پلیس میاد اونجا و اینا اونجا دستگیر میکنن کریستیان رو و تونستن که 68 تا فیلم توی چیش پیدا کنن توی همون کامپیوترش پیدا کنن که خودش توی اون ویدیوها حضور داره که داره بچه ها رو آزار اذیت میده و این که همین خانم دوست دختر اولین کسیه که علیه کریستیان شهادت داده چرا که کریستیان بهش اعتراف کرده بوده که شب گم شدن مدلین در اون منطقه حضور داشته خب پس یعنی که دیگه یه نفر هم هست که با ما شهادت داده آره بزیار. یعنی علاوه بر این که اون لیست تلفن رو دارن ولی, کرس... ولی دوست دختر کریستیان هم گفته به منم اعتراف کرده که در اونجا حضور داره این مصاحبه تقریبا برای 6 هفت روز پیشه یک دو هفته آره یه هفته پیش تقریبا ولی کریستیان خودش یک نامه نوشته و داده بیرون و گفته که من مدلین رو به قتل نرسوندم و شما هم نمیتونید ثابت کنید که من به قتل رسوندم ولی مثل که جدیدن یک دختر بچه هم سن سال مدلین گم شده بوده کنم استرالیایی بوده و بعد از 18 روز پیداش میکنن زنده پیداش میکنن برای همین خانواده مدلین الان خیلی امیدوارن یعنی میگن که حداقل شاید از ما دزدیده باشنش فروخته باشنش به جای دیگه و شاید مدلی نمورده باشه خب تو چی فکر کنی راجع پرونده من به نظرم واقعا فکر نمی کنم که مدلی زنده باشه یعنی اینکه احتمال میدم که کشته باشه حالا یعنی همین پسرم که گفته پسر آلمانیه به نظر من اینکه خودش مثلا تجاوز کرد و بعدم به قد داشت من هم من،, من همین فکر من واقعا فکر نمی‌کنم یعنی اگه زنده بود دیگه بالاخره بود با کسی می‌دیدش یه آماری ازش بیرون می‌اومد توی کشور دیگه پیداش می‌کردن می‌دونین چیه من آره دیشب هم یه پرونده کار می‌کردم ظاهرا اون زمان که مثلا الان تل مثل مثلا مثلا عصر دیجیتال نبوده تصویر بچهای گم شده رو توی آمریکا روی پاکت شیر چاپ می‌کردن چیزایی که یعنی در دسترس مردم مردم آره. روزمره استفاده می‌کردن یه دختر بچه رو زمانی که زهران 7 سالش و 5 سالش بوده دوزیده بودن و زمانی که 11-12 سالش بوده میره توی فروشگاه و عکس خودش رو پاکت شیر میبینه <applause> دیگه بحشت نکتر از این واقعا چیز نمیشه آه. و اونجا میفهمه که دزدیدنش بعد شما فکر کنید که ما الان داریم توی عصر دیجیتال زندگی میکنیم خب یعنی اینکه مدلین با اون قیافه خاصی که داره با اون نوع چشماش که شاید مثلا در میلیارد شاید یه نفر باشه من فکر نمیکنم تعداد زیادی آدم اینجوری باشن من مطمئنم که اگر زنده بود پیداش واقعا بعد از اینی مثلا یک دو سال حداقل بود پیدا بشه دیگه اگر. حالا اونجا میگی سه سالش ب... آره اونجا سه سالش بوده الان چی الان 18 19 سالش باید باشه دیگه من معتقدم که فوت کرده متاسفانه من هم... منم معتقدم این پرونده حل شد امیدوارم از این پرونده خوشتون اومده باشه تا اپیزود بعدی خدا نگهدار خدا نگهدار